سلام، درود به دوستان. امیدوارم خوش و سلامت باشین در هر جای دنیا که هستین. امروز خواستم برایتان آشک درست کنم به شکل منتو. شما می توانید زنگوله رو فشار بدهید و این ویدیو رو لایک کنید. من کمی نشپیاز گرفتم، نشپیاز خود را شستم. من توی آشک پیاز زیاده نمی کنم، به جای پیاز نشپیاز زیاده می کنم. ایره همراه چاقو خردش می کنم. نشپیاز ها را خرد کردم، توی یک بشقابی زیاده می کنم. در اینجا من گنده ندارم، سرش را کمی می گیرم و گندانا رو شستم و خردش میکنم. برایتان خمیر آشک تیار میکنم همراه شما. یک عدد تخم مرغ، نصف قاشق نمک، یک گلاس شیر و یک قاشق روغن زرد یا روغن و من یک کیلو آرد زیاده میکنم برای آشک. بله، خوب همراه دستون باز تخم مخلوطش میکنم. تویش کمی آبم زیاده کردم چون کمی سخت بود. ایره من مدت 5 دقیقه خوب مشتش میزنم تا مواد خوب جا بفتند. خمیره خوب مشت زدم 5 تا 7 دقیقه. خمیره من تازه درست شده، نه سوله و نه سخت زیاد آمده. ایره ما به دو تقسیم توتش میکنم و زغاله میکنم. خمیره میمانم کنار مدت 5 دقیقه تا 10 دقیقه تا زغالاش بیفتن. ما توی یک مایتابه کمی روغن زیاده کردم و چند عدد سیر رو رنده کردم. پیش بیازده که ما خورد کردم همراهتان، میره توی مایتاب زیاده میکنم. دو قاشق غذاخوری آرد زیاده میکنم چون با مزه میآید. کمی هم آب جوش زیاده کردم و هدیه دی زیره و تخم گشنیج و فلفل. فلفل منم از خانگی است، در کانال یوتیوب من میتوان پیدا کنین. و یه ذره دیگه هم آب جوش. خمیرا زغالاش جا افتادند. یک زغاله رو میگیرم، زیرش آرد میزنم که نچسبد و رویشم هم تو و همراه کمک آرد گاز صافش میکنم. هر رقم که خواستین میتوانید خمیرتون رو درست کنین. من خمیر زیاد نازک نمیکنم. خمیره که صاف کردم همراه یک سرپوشک به یک برابر و یک اندازه برشش میکنم که زیاد خرد و کلان نیاید. خمیره را که برش زدم من برای شما نشان میدهم. یک تا دو تا سه تا را این موادی که من روی گاز مانده بودم برای تا نشان دادم توی یک ظرف زیاده کردم و گندنا را من زیاده میکنم. خواه دوستان، من برای تا یک عدد خمیر را گرفتم، بغلاش آب میزنم که بچسبند. توی گندنه من نمک زیاده نکردم چون آب جدا میکند. اندازه یک قاشق غذاخوری گندنه پر میکنم، مثل یک شکل منتو پرش میکنم. شنگاش بسته میکنم، خوب کمی آب میزنم. از این شنگ میگن در شنگ دیگه میچسبانم.
شما از می توانید هر شکل خودتون می خواهید بکشین، مثل یا شکل خود آشکان یا از گل روی گاز میمانم تا جوش بخورد. من از مدت 40 دقیقه روی گاز ماندم. آشکای ما بسیار خوشمزه و نرم آمده. ماست چکیده روی بشقاب خود چرب میکنم. ببینه خودتان که من در رقم شکلش کشیدم، یک به شکل خود آشک و یک دیگر شکل منتورم. توی ظرف خود چندم و رویش لوبیا پاش میدهم. بسیار خوشمزه میآید. شما میتوانی همراه لپه درست کشش کنید. کمی ماست چکیده. کمی گشنیچ دارم. گشنیچ بسیار خوشمزه و خوشبوی میآید. رویش پاش میدهم. خواه عزیزان، آشک من تیار شده. بسیار عالی. پالشم چکنی خانگی کنارش ماندم و ماست چکیده و لوبیا درست کنید و خوشتان اگر آمده بود کامنت بگذارید. بسیار ممنون که تو پای آخر برنامه همراه من بودید و زنگوله رو فشار بدهید. من بسیار خوشحال میشم اگر این برنامه را لایک کنید و حمایت کنید حتما کانال یوتیوب خواهرتان را، و حتما که خیلی خوشحال میشم اگر یک کامنتی به من بذارید. تا یک برنامه دیگر در کانال من، خدا نگهدارتان و روزتان خوش.